صبحان بخیر شما بیننده ادامه برنامه صبح و زندگی از شبکه های هاریانا و آریانا نیوز به طور زنده هستند و قلبا تشکر میکنم از شنونده های عزیز ما که از طریق رادیو 93.5 هاریانا اف ام تا لحظه شنونده صبح ها زندگی بودند به بخش اپلیکیشن من و کودکم با شما را خوش آمدید میگم و امروز در رابطه با راه‌های محافظت کودکان به خاطر رشد بهتر جسمی و روحیشان میخوایم صحبت بکنیم که یکی از موارد بسیار مهم و اساسی است شاید اقتدار زیاد از والدین در جامعه ما فکر بکنن که یک کودک فقط نیاز داره که از لحاظ جسمی محافظت شوه از جای نفت افگار نشه یا هم آسیب نبینه در حالی که در کنار محافظت جسمی موضوعات بسیار مهمتر دیگه هم است که از لحاظ فکری یا روحی کودک بتانه رشد بهتر و خوبتر داشته باشه تمام این موارد را صحبت میکنیم با استاد محترم زکریا بارگزای روانشناس کلینیکی که همیل در استودیو با ما هستند استاد سلام به بخیر بسیار خوش آمدید ممنون شما جناب دکتر سیب عزیز ما هم سلام خدمت عزیزان تقدیم دارم و هنوز هم میتونیم صبح گفت به که انرژی بسیار خوب هست از این جهت همیشون پر انرژی باشن سلامت باشن استاد اگرچه هوا گرم شده ولی با هم دیگه بله بله. باید می آغاز صبح انرژی که نداشته باشیم تا بله. آخر روز انرژی نمیداشته باشیم خوشحال هستیم استاد از که شما را باز هم داریم با, با یک موضوع جالب و در این حال بسیار زیاد مهم بر والدین عزیز و به خانواده عزیزی که کودکانشان هم میخواین بهتر و میاری تر تربیت بکنن با. و رشد جسمی و فکری بهتر داشته باشند. از شما مشتاییم استاد یک کودک چه نیاز دارد تا محافظت شود که رشد جسمی و امه. فکری داشته باشه شما لطف کردین قبل از اینکه انوی بس آغاز کنیم جا داره در مورد چیزی که خیلی با ارزش است ولی متاسفانه در جامعه خود ما او را ارزش جلوه میدیم اپلیکیشن من و کودک من یکی از موضوعات خیلی اساسی است ولی ما کدام زمان قدر زیر میفهمیم زمان قدر زیر میفهمیم کازنمی جامعه رفتیم بیرون در جاهای دیگه 10000 دلار بپردازیم تا ای که بتونن امی برنامه رو بر ما دانلود کنن و توسط از این کودک مارش کنن هم در حالی که در عصر امروز دیگه خیلی گپا بیرون شده قاعده تربیتی از پیش پدر مادر بیرون است از سنی تلویزیون بیرون است از برنامه های کتاب بیرون است جهان یک شکل رو بر خود گرفته که امروز همه چیزها روی انتزاعی استوار است از این جهت این اپلیکیشن کودک من من کودک من یکی از مسائل بسیار خوند است که من خواهش از, از دارم که واقعا ایره باید از دانلود کرده و این روی موبایل ها نصب کنن چون بدلی که در قواعد تربیتی کودکشون به گونی کمک میکنه که کودک میتونه با فردا به صورت مکمل آماده و عیار شود حالا بیم سر این موضوعی که ما در قایده های تربیتی یا در قسمت خود پروسه هایی را که کودک ما به خاطر رسیدن به رشد ذهنی و جسمی خود از بعض موارد میترسه ولی واقعا به اینجا رسیدن نمیتونن دلیل مسئله باید پیدا کرده بتونیم راه در مورد موضوع در نظر بگیریم کودک انسان بسیار کودک موجود جالب هست به دلیل ازی اولا در این جغرافیای افغانستان ما تا سالهای نهم و دهم به صورت مکمل گفته میتونیم که کودک است تا 5 سال اول کودک اول تا از 5 سال تا ده سال کودک دو هم مورد بحث قرار میگیره چون بدلی که جغرافیا مقتضی همین گونه هست سه روند تفکر هست که معمولا باید تا سن ده سالگی بتونه به درجه نهایی خود برسه بح. یکی را در قالب ایمیج میشناسیم یکی را در قالب فانتزی میشناسیم یکی را در قالب انتزاعی میشناسیم یعنی به این معنا مفاهیم کسب شود جای خدا و تصویر خام و جای خدا و تصویر پخته خب ما این, این موارد را از کجاها به وجود میاریم این موارد را با خواندن کتاب به دست آوردن نمیتونیم این موارد را تنها با یکات کردن داستان ها از طریق تلویزیون برای فرزند خود به دست آوردن نمیتونیم یکی از مواردی که امروز جهان در مورد مساله خیلی توجه میکنن حسن در دوره های ابتدایی آموزش شده اینا بیرون کردن آموزش نیست که استاد سال, سال شود برای کودک تدریس داشته باشه دوره های ابتدایی با صورت کل کودک آزاد از بدلی ازی آزاد است که بر در محیط پیرامون موضوعات خودشان تجارب را کسب کنن و تجاربش برای عزیز زمینه سازی کنه که چی چیزها را در خود بپذیره و در آینده چه چی چیزها با درش می خورن متاسفانه در حس امروز ما در جامعه که زندگی می کنیم. کودک خود را از چند مورد آگاهانه نمی که تجارب رو در خود کسب کنن ایناره بیرون نمی مانیم. در روابط اجتماعی اینا رو سین نمی سازیم. با مطالبی که اینا در داره سوال می ما حوصل مندی نداریم در مقابل مسائل جواب خود را بدیم باید ناگزیر هستیم به خاطر اینکه اگر ما یک فرزند سالم داشته باشیم تا در آینده کارا تمام شود و فرد نباشه که زیر دست دیگران قرار بگیره پس امروز ما هم باید با این می روند ملبس باشیم که کودک خود را آزاد بگذاریم تا خودش آزادانه در دوران کودکی تا سال هفتم و هشتم امو مفاهیم کسب کنم با تصویر خام بتا و تصویر خام با تصویر پخته بتا که فقط در قالب یک مسئله آزادی است بسیار خوب استاد و یک تعداد والدین هم هستن استاد که کودکانشان قسم وابسته به خودشان تربیت میکنن که یعنی در هر موضوعی زندگیشان باید حتی تا سن بزرگسالی که زندگی مستقل هم تشکیل میتن اونا مجبور هستن که از والدین خود مشوره بگیرن از والدین خود با. نظر بگیرن و حتی بدون حرف والدینشان یک قدم را هم جرئت نمیتونن که بگذارن با. در این مورد شما چی فکر میکنین چقدر دوران کودکی میتونه نقش داشته باشه و تاثیرش بالاخره در در مرحله از زندگی آشکارا میشه شما لطف کرده. رستم عزیز اینکه که فامیل ها آگاهانه شاید امروز ای آگاهی را حاصل کردن که کودک مون نیاز به این مساله داره ولی جرات از این موضوع رو نداره کودک را آزاد بگذاره تا کودک خودش موارد را کسب کنه دلیل از این مساله فقط در اون باورهایی است که باورها به صورت مکمل در ذهن گرفته شده از در قسمت این موضوع یکی از دانشمندان فکر کرد که چرا انسان ها نمیتونن در ظرف 8 ثانیه 120 متر را دوش کنن خب گفت انسان ها به با این باور است یک کس پیدا شد این باور شکسان هزی به بعد همه جهان میتونه آگاهانه حتی در فرصت های بسیار کوتاه مسافت بسیار زیاد را طی کنن متاسفانه یکی از ملایل در کنون خانواده همین باورها از در قالب این مسئله که اگر ما فرزند خود را آزاد گذاشتیم بی در اینجا کسب خواهد کرد هر دو به صورت مکمل دور خواهد شد و مسائل دینی به صورت مکمل بسنده نخواهد شد و در جهان امروز این مسئله درست بدانه هم نمیتونه همه در حالی که این موضوع با این مسئله کار نداره باید در قدم اول باور موضوع را در قدم دوم دانایی و آگاهی را نزد مسئله کسب کرد چرا که اگر روز دانایی و آگاهی نباشه قاعده های تربیتی که پدران برای ما روی دست گرفتن و ما اگر روی فرزندان روی دست بگیریم خب معلوم داره که یک بون بس مواجه میشیم به شکست کلی هم برخوردار میشیم از این جهت یک یک باور به چکسان دو دانایی و هاگای نزد مساله بلند برد اما در اینجا ها متوجه باشیم که چون زمان کودک خود را آزاد میگذاریم ای این به مراتب پروسیجر خطرناک تر تطمین مساله است که ما یک نظارت کننده خیلی واقعی باشیم اگر کودک ما در اینجا ها بعض ترس ها را تجربه میکنه به این معنی است که در آینده ها چهار خیلی مشکلات دیگه میشه احتمال داره در آینده ها فوبیا را در خود کسب کنه احتمال داره در آینده ها استراب شدید داشته باشه احتمال داره در آینده ها ترومای بسیار شدید در خود بگیره باز اینجا ها هیچ زمینه را برای رقابت مساعد ساخته نمیتونه و در صحنه میدانم حضور پیدا کرده نمیتونه پس میگم عزیزان شما فرزند را آزاد بگذارین ولی نظارت شما به صورت غیر مستقیم باشه به که فرزند هم میتونه از آموزش رسمی کسب کنه و از آموزش غیر رسمی کسب کنه بسیار خوب استاد در مرحله کودکی هم یک تعداد زیاد از والدین هستن زمانی که کودکشان رفتار میکنه که یعنی بر والدین خود ثابت بسازه که من مستقل هستم یا یک کودک برد. مستقل هستم والدینشان براش همیشه میگه که خودت خودت را ما به دنیا آوردیم و هر چیزی که ما باید بگویم خودت مجبور هستی که اطاعت بکنی یعنی به نحو بعض والدین هستند متاسفانه باجگیری میکنن از کودکانشون و رفتارشون به شکل است که باجگیری میکنن از اونا در این مورد چی گفتنی باید. دارین استاد چقدر همچون جملات و کلماتی که به نظر ما بسیار زیاد آسان و ساده میایه میتونه بالای ذهن و روان کودک اثرات مخرب داشته باشه و ذهن کودک را ناامن بسازد شما لطف کردیم اولا اشاره کردیم که همه چیزها در قالب مفاهیم برای کودک کسب میشه اگر اینجا ما رفتار دیکتاتورانه با فرزند خود داشته باشیم پس از فرزند خود هم رفتار مجرمانه انتظار داشت بدن لیکی را قبول کرده نتونستیم قبولش نکردیم همواره نقدش کردیم سرزنش کردیم میره دو چهار مشکل ساختیم مطمئن باشیم کی را از لحاظ روند اجتماعی دو چهار مشکل ساختیم کمبودیایش در آینده ها تجربه خواهد شد یا از لحاظ محرومیت عاطفی یا از لحاظ عقده ها یا از لحاظ ده ها دیگه ما در اینجا ها نیازمند چند راه هستیم که راه ها رو باید در نظر بگیریم تا بتونیم با فرزند خود خوب کنار بیاییم اولا هر یک فرزند ما دو چهار یک مشکل میشه در مقابلش قرار میگیریم از لحاظ قد خود قد خود را برابر قدش میزان میکنیم چون اگر قد ما خیلی بلند باشه پایین باشه برایش دستور بدیم هر حرف دستور دهنده است اما زمانی در مقابلش قشنگ استاد هستیم موضوع رو بیان میکنیم او فکر میکنه که موضوع برای مخرب بودن من نیست یک مسئله خیلی مهم موضوع دوم چرا ما برای فرزند خود گاهی اوقات دوسیه درست میکنیم امروز هم گونه شگرفتیم فردا هم میگیریم پس فردا میگیریم بالاخره زمانی که در حضور داشت که اینجاها جمع از خانواده آمدن این بنده خدا را تعیین و تقدیر میکنیم و همه چیزها رو برای خوش میکشونیم این در حالی که درست بودن نمیتونه مسئله سوم بگذار فرزند زمانی که کار اشتباه را انجام داد خود همه اشتباه آخر انجام بده ولی شما جمله کسب باشین که اشتباهش به طریقی خودش باید از برایش وانمود کنین و موضوع چهارم گاهی اوقات فرزند در برنامه زندگی به اساس خاص های زین خود حق داره انتخاب کنه ولی انتخاب کردن تنها بر مبنای مفاد نیست باید شکست را تجربه کرد باید ناملایمات را تجربه کرد از روی نابهنجاری ها میشه که به انجار مساله رسید اینو موارد هایی که باید حوصله پیدا کرد و در اصل روز قاعده های جواب میکنه باید موضوع رو دست بگیریم اگر گفتیم که نه فرزند ما با این کار بیتر 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 به تربیت میشه به تربیتیش به این مناسک بزرگوار احترام نمیکنه خب دیگه او خلاص شد که فرزند حتما در کوچه باشه بزرگ ببینه برای خدا پنهان کنه چرا خدا پنهان کنه قشنگ باید در مقابلش قرار بگیره حرف خود را داشته باشه پس اگر قرار باشه که ما واقعا در اصل موز امی کار کنیم باور هم بشکنانیم و مطابق قرمی زمان خود دیگه آماده و عیار بسازیم بسیار خوبصاد. خوب استاد خب روش های تربیتی سنتی بیشتر در جامعه ما ارزش و جایگاهی بالا هست. دارن بلد بلد. و تا فعلا هم حاکم است متاسفانه فرصت ما خیلی محدود است در حد یک دقیقه پیام شما رو می داشته باشه شما لطف کردید روش های سنتی به مسابقه دیگر روش ها کاربرد خود را نداره و اگر قرار باشه که ما واقعا فرزند امروز رو تقدیم جامعه کنیم خب پس ناگزیر هستیم که دانه و گیر بالا سلامت باشین استاد محترم اوقات خوب و خوش شما سلامت از شما عزیزو هم یک دنیا سپاس که تا لحظه با ما هستن فرصت برنامه به اتمام رسیده یک روز فوق در پیش داشته باشین مواظب خودتان باشین خدا نگهدار